ما در زندگی در دوران کودکی جوان و در جوانی پیر شدیم. این زندگی یک عمر جوانی از ما باقی است. خواستی ازدواج کنی؟ دوست داری با یه ایرانی ازدواج کنی یا با یه هموطنه؟ من هرچی خواست خدا باشه دیگه. خودت کدوم بیشتر دوست داری؟ من در افغانستان دیگه دوست دارم افغانی با افغانی ازدواج کنم. ای ساربان آهستران کارام جانم میرمه. اسمم حامده. اسمت الله عبدالحکیم. علی آقا شکر الله استم خالق تحال اسم 18 سالمه. 17 الان من 23 سالمه. 20 خودم 23. من 31 سالمه و تا بال به افغانستان نرفتم. من بچه بغلانم. از کابل. کابل مرکز افغانستان پایتخت. ما از غزنی. از شهر کابل. از کابل. ما از شهر غزنی افغانستان تشریف. کابل. از ولایت پریه. بچه سرپل افغانستان. چند وقت اومدی ایران؟ 6 ماه میشه. من 4 سال اینجا هم. 7 من 4 سال نیم میشه. تقریبا یه سال میشه. من تقریبا 23 ساله. 6 ماه میشه. 12 سال میشه که اومدیم. یه سال نیم میشه. من اینجا به دنیا اومدم. اینجا کار راحت پیدا کردی یا نه؟ والا یه ذره مشکل بود چون بیگانه ایم اینجا دیگه. تا پیدا کردیم یه ذره مشکل شد. کار راحت پیدا میشه. آره اینجا خوبه. کار زیاده راحت نیستم. دوستان بود ردیف کردم. تو نمارستان کاربار کمه. اینجا خوبه شرایطش. دستموزه چی؟ از دستموزه راضی هستی؟ خوبه؟ کمه؟ زیاده؟ خب این چیزی هست که تو خود ایران حقوقش هست دیگه. حالا مثلا پولش یک ذره بیارزیشه برای افغانستان بفرستیم چیزی نمیشه. به افغانی کم میشه. آره خوبه. دستموز خوبه. خوب آره یا راضی هستی؟ حالا تون شرایط سخت افغانستان هست. در زیاد نخوندم تا کلاس 6 خوندم. تا سنف 10 8 کلاس درس خوندم. زیاد نخوندم چون شرایط فراهم نبود. نمیشه درس. 7 سال درس خوندم. من تو قصابی کار میکنم. کارگر ساختمان. کارهای ساختمانی و یا مثلا آب و فاضلا و اینا هستن بعده. کابل شغلم آهنگری بود. آره آهنگری ماشین. به نظرتون مردم افغانستان توی آبادانی ایران آیا نقشی داشتن یا نه؟ 100%. افغانی ها الان خیلی تو ایران تو کارهای ساختمانی و اینا کار میکنن. خیلی از این لحاظا کمک شایانی به ایرانیا کردن. حالا به عنوان کارگر خب ازشون استفاده میکردن. اما کارهای خدمت شما عرض کنم ساخت و ساز و کارهایی که حالا پیمانکاری هستش اینا بیشتر کارگرای افغانی هستن که انجام میدن دیگه. حالا ایرانی هم هستن ولی خب به نسبت افغانی ها راحت تر کار انجام میدن. خیلی از ماها حاضر نیستن که مثلا افراد برن ساختمون کار کنن. کارهای سخت چوبانی الان اینا توی خیلی از حوزه ها فعالیت دارن که مثلا خیلی از ماها شاید اون کار شریفیه، کار درستیه، ولی نمیدونم فرهنگ سازی درستی نشده که مثلا جوونه یه دهه 80 یه پسر دهه 80 مثلا حاضر نیست بره دوتا آجر بندازه بالا. داری ما بیشتر مشتریمون افغانی هم. درسته. ولی چه جور آدمایی هستن؟ فوق العاده به نظر من آدمای خوبی هستن. خداییش میگم حالا بماند حالا هر جا خوبی بلکه تو هر به قول معروف نژادی بدم هست ولی نسبت به حالا حتی به مردم های دیگه بخواه حساب بکنیم من میگم یعنی راحت 90%شون آدم های خیلی خوبی هست. یک مهمتر از همه که اصلا توشون دروغ و این چیزا نیست. به این شما من الان چه سال هاست که باشون برخورد میکنم. اصلا اونا برخورد نداشتم زیاد نمیتونم دقیق نظر بدم ولی فکر نمیکنم آزارشون به کسی رسیده باشه. اونا اومدن اینجا دنبال لقمه نون. مثلا ما یه ساختمون داشتیم اون کار میکردش تعریف میکرد از کشورش میگفتش که مثلا یهو وایستادن بمبو میزنن مثلا جوانای مردم میمیرن بعد اونا زن و بچه‌هاشون رو میزنن اونجا خودشون میان اینجا که کار کنن فقط هم اینجا کار میکنن پولشون رو میفرستن اونجا یا مثلا هر چند وقت یه بار میرن اونجا سر میزنن اینا دیگه طرف مجبوره کشور خودش رو ول کنه برای امنیت و مثلا چیزای مالی بره. برخورد ایرانی‌ها باهاتون چجوریه؟ خوبه یا بده؟ دارش بعضی خوبه بعضیش نیست چون جاش فرق میکنه. مردم ایران بعضیاشون خوبن بعضیاشون خیلی بدن. هم خوبه هم بده دیگه. والله هم خوبه هم بد چون افغانیم غریبه‌ایم
اینجا مردم وضعیت نمیگنه. خب مردم هر کشور خوب و بد داره، اونایی که خوب است میفهمن اینا مسافر هستن از مجبوری آمدن به کشور ما، وگرنه کی کشور خود رو ول میکنن بیاد کشور غریبه. والا ما اونجایی که زندگی میکنیم برخوردشون با ما خوبن، چون ما با اونا بزرگ شدیم. بعدش چجوریه، چیکار میکنن؟ پوش میدن دیگه، میگن اونی کثافت دیگه. خوباشون خوبن دیگه، میگن که شما مهاجرین تو کشور خود نیستین اینجایین. از سمتش که تیر میشیم به ما یه چیز میگن، همون لاتاش دیگه. مثلا تو خیابونو اصلا یک تیکه نگاه کنی پوش میده، میگه افغانی چیکار میتون چیکار، سرت رو بزن پایین. باید من چه میدونم دیگه، تیر خودم میارم ویسی نامیم دیگه. اونایی که رفتارشون خوبه چی؟ اوناش که خوبه، خوبه دیگه، عالیه. اونا خوبه؟ آره اونا خوبه. حالا یه تیکه ایشون دیگه زیادیشون نیست، خوبن دیگه، رفتارشون با ما خوبن دیگه. خوباش بیشتر یا بداش؟ خوباش خوبن دیگه، خوبن واقعا. دارن میگن واقعا دارن دیگه. ما که الان 12 سال میشه اینجا اومدیم، کم مشکلی ندیدیم که مثلا اذیت هم کنه یا پولمون ندی دیگه. هر جا کار کردیم پولمون هم میده دیگه، خوب رفتار میکنه با ما. از زندگی تو ایران راضی سماره؟ نسبت به افغانستان الان اینجا بهتره دیگه، به خاطر امنیتش و اینا خیلی بهتره. نظر به افغانستان امنیتش خوبه اینجا دیگه. آره خوبه، بد نیست. نظر به افغانستان اینجا خوبه؟ والا خوبه، راضی هستیم، کشور همسایه هستیم، والا خیلی خوبه، هم زبان هستیم. والا دیگه خوبه، بد نیستش. اونجا کار نیست دیگه، درآمد نیست دیگه، خرچ زندگی میخوام در بیارم. نه تو این 12 سال فقط مثال میرن دو ماه اونجا میمونیم پس میان. یه دفعه اومدیم 7 سال و 4 ماه اینجا بودیم، رفتیم دو ماه موندیم پس اومدیم. 3 سال اینجا بودیم دوباره رفتیم 4 ماه موندیم پس اومدیم. 9 ماه اینجا موندیم، رفتیم 4 ماه اونجا موندیم پس اومدیم دیگه. اینجوری تو این 12 سال یعنی یه سال افغانستان موندیم دیگه، بقیش عمرم اینجا. طی سالهای اخیر به خاطر موقعیتی که افغانستان داشته، هم ناامنی و هم جنگ‌هایی که اتفاق افتاده، خیلی از مردم افغانستان پناه آوردن به ایران و ایران هم تقریبا پناه داده به مردم افغانستان. به نظرتون این تصمیم درستی بوده یا غلط؟ ما دو دیدگاه در این مورد داریم، یک دیدگاه انسانی و اسلامیه که باید به هر کسی که پناهنده میشه، ضعیفه، صرف نظر از مرزبندی های کنونی توجه بهش بشه، پذیرای اونا باشیم و مساعدت در حقشون داشته باشیم. از طرفی با توجه به اینکه خود مملکت ما مشکلاتی دارن مردم و از جهتی یک رسوم و آداب بین المللی هست که باید رعایت بشه و اون اینه که مقدم هستن مردم هر مملکتی بر کشورهای خارجی و سایر افرادی که از خارج میان، از این جهت هم باید مد نظر باشه که تا چه حدود ما این بذل و بخشش و توجه رو داشته باشیم که از مردم خودمون با غافل نمانیم. به نظرم اگه بگیم یه قسمتش درست یه قسمتش غلط، قسمت درستشون بوده که زمانی بوده که خب بحران سنگینی داشتن، مثل اون زمانی که سال 77 78 موقع بود که طالبان خب میگفتن مثلا 10000 نفر توی مزار شریف فقط روی با تیر برق دار زده، حالا گذشتن اون تعدادی که میکشتن و نمیدونم باید ریشت از اینجا بزنه بیرون. و خب اونا یه موقعیتی بود که به نظرم خب حالا نظر نو دوستی انسان دوستی خب باید میگفتیم که درسته بیان تو این وضعیت، اما بعدش دیگه نه، به نظرم بعدش باید میرفتن. در صورتی که در یه تعادل و سازمانبندی درستی باشه میتونه مفید هم باشه حتی برای کشور ما. به نظر من مشکلی نداره، چون بالاخره همه ما انسانیم و شاید اونا ناچارن این کار انجام میدن و مجبورن، امنیت ندارن، راحت نیستن. بالاخره به هر دلیلی کسی دوست نداره وطنش رو ترک کنه و بره، به هر به دلیل مشکلاتی که این کار انجام میدن دیگه. به نظر من اقدام درست و انسان پسندانه. تو چیشی بیه همه؟ تو قیافه دیگه والا چیزی نه. زبان تو رو بلدیم، شما رو همینجوری به چی کشور ایران اومدیم دیگه. چی بگم، حالا بالاخره تفاوت داریم ما شما، چون ما افغانیم شما هم ایران. تنها چیزی که تو ذهنمه زبانمونه که تقریبا مشابهه با یکم تفاوت، و لازم آداب و رسومم تقریبا شبیه، که خیلی هاشون میان تو اینجا به راحتی زندگی میکنن، هیچ مشکلی هم ندارن. خب پارتی ما که فرق میکنه، ما الان پشتیم دیگه، ولی قفای ما و شما میخوره. مثلا باید تا افغانستان بربری شما بهش میگه قفای شما نمیخوره،
ازبکی مثلا قفایش با شما نمیخوره دیگه، ما پشتویم دیگه، مثلا قفای ما شما با هم میخوره، تشخیص نمیدن. چند دفعه پلیسا با منم گفتن دیگه که مثلا قفای ما شما یکی، صاحب کارم همینجوری میگه. بیشتر همون مذهب باشه دیگه، چیزی که تفاوت نداره، فقط زبان ما یکم لهجهش فرق کنه دیگه، تفاوتی نداره. فرق ما امین است که ما مدارک نداریم، شما مدارک دارین تو کشورتان، ما آزاد که نمیتونیم یه جای بریم، از پلیس میترسیم، پلیس گیر نده به ما. لحاظ همه چیز مشترک داره دیگه، قبلا افغانستان و ایران و همه چیز با هم بدن. مردم افغانستان هم از نظر زبان و هم از نظر فرهنگ و آداب و هم از نظر دین با ما مشارکات زیادی دارن. تفاوت خاص نداره دیگه. خود افغانستان با ایران، افغانستان کاری یه ذره کم است، ایران خدا رو شکر یه ذره کار زیاد است، آدم میتونه راحت از یه جای به یه جای دیگه بره دنبال کار. افغانستان اینجوری نیست دیگه، امنیت نداره، میری دنبال کار، میری نمیدونی زنده میایی زنده میری خونه. فرقش که زیاد خیلی زیاده دیگه، چون حالا ما تو شرایط سختی به دنیا اومدیم، چون در کشور ناامنیه، کشور فقیری در دنیا اومدیم، اما فرقش ما اینه که اینجا همه چی براتون فراهمه، راحت است. شرایط اینجا قبلا خوب بود، الان خیلی وضعیتش خراب شده، ما به سختی میتونیم به افغانستان پول بفرستیم، ولی یه جوری میگذره دیگه. خب کار نبود، بدبختی بود، انتها انفجار، برای اینا آمدیم دیگه. خب امنیتی خوب نبود، آمدیم اونجا. وضعیت افغانستان ناامنی بود، برای همون آمدم ایران. چون شرایط افغانستان دیگه کاروبار نیست، بیکاری است، انفجاری، انتحاری. حالا خودم سرپرست افغانستان، چی خانواده هم هستم، اینجا باید کار کنم پول بفرستم. واسه کارگری دیگه. خب دیگه افغانستان خود جنگه، اینجا جنگ نیست که. آهنگ افغانی گوش میدی بیشتر یا ایرانی؟ آبوش. خوانندم که ماشاءالله زیاده دیگه. حالا از کدامشون اسم ببریم؟ من که خدا بیامرزه احمد ظاهر. خواننده‌اش فقط احمد ظاهر دیگه. جمال مبارز. ایرانی مرتضی پاشایی، هارون افشار، دیگه از افغانی هم دیگه. احمد شاه. کدوم آهنگ ایرانی رو خیلی دوست داری؟ ایرانی آهنگای مرتضی پاشایی است دیگه، همون آهنگی که میگه که یکی هست، همین هست دیگه. یکی کشور همون بخونی؟ نه، آرام هست. یکی هست تو قلبم که هر شب بسه اون می نویستم و هم خوابم، نمیخوام بدونه که هر شب بسه اون من می نویستم. فیلم هندی دیشتر. هندی؟ آره هندی باشم. کیا رو دوست داری؟ بازیگر هندی؟ بازیگراش نمیشناسم. فیلم افغانی، افغانی که زیاد فیلم کار نکرده. اونایی که کار کردن چی دیدی اصلا چیزی؟ آره، یکیش سلیم شاهینه که فیلم افغانی کار کرده دیگه، همونه دیگه، دیگراش یادم نیست. مثلا همین سلیم شاهین، همین خیلی خوب فیلم ها درست کرده، من که عاشقش هستم، همیشه فیلم هاشو نگاه میکنم. هر شرایط خوب باشه خوب برمیگردیم، که شرایط خوب نباشه نمیشه. نه، افغانستان بدم اینجا میخوایم کار کنم، ببینم افزای افغانستان چجوری میشه. خوب شد میریم، بعد شد دیگه نمیریم دیگه، چی کار کنیم؟ یعنی اوضاع خوب بشه بیریم؟ اوضاع خوب بشه، آره، کشور خودمان از دیگه، کشور خودمان، کشور خودمان از خانه خود، هر کس خانه خودش میشه. آره 100% دیگه، اون وطنمونه، اون با ما نیاز داره، ما در وطن خودمون کار کنیم. وطن عشق تو افتخار، وطن عشق تو افتخار، وطن عشق تو افتخار.